نخستین جلسه از دوره جدید رو آغاز میکنم و از شما سپاسگزارم که به این جلسه تشریف آوردید. توضیح مختصری لازم است درباره اون چیزی که میخوام بعداً یعنی در طی جلسات آینده و ضمناً همین جلسه به عرضتون برسونم. عنوان این دوره ایران خداوندگار دو فرهنگه. اون چه لازمه به آگاهیتون برسونم این است که این مطلب رو لااقل به این شکل تا به حال در هیچ جا شما نخوندید و نه کسی عنوان کرده، بنابراین احتمال داره که در بد و امر به نظرتون غریب جلوه کنه، ولی من حالا توضیح میدم که چرا ایران دارای دو فرهنگه. خداوندگار چون که میدونید در فارسی یعنی صاحب، دارنده. بنابراین این که آیا این دو فرهنگ در ایران چه هست و چه بوده مورد گفتگوی ما خواهد بود و البته من در طول جلسات بعدی با نمونه هایی که از متن های فارسی اینجا ارائه میدم شما کاملا درک خواهید کرد که نه تنها دو فرهنگ در ایران وجود داشته، یعنی البته از بعد از اسلام تا به امروز، پیشترش رو توضیح خواهم داد که چنین نبوده، ولی از بعد از اسلام به امروز این نه تنها دو فرهنگ وجود داشته، بلکه میان این دو فرهنگ و به خصوص بین معرفان یا نمایندگان این دو فرهنگ دائما یک جنگ و نبرد که این جنگ و نبرد گاهی اوقات خیلی آشکار بوده، گاهی اوقات هم به دلایلی پنهان، ولی در هر حال همیشه وجود داشته. برای اینکه وارد مطلب بشیم چند توضیح کلی لازم هست. ایران باستان رو ما به دورانی میگیم که در واقع تاریخ مدون ایران حکایت میکنه، از آغاز مادی ها یعنی سلسله ماد و بعد به خصوص از اول هخامنشیان تا انتهای ساسانیان، یعنی مجموعاً در حدود 1500 سال تاریخ ایران باستان ما هست. این که میگم 1500 سال، البته عدد تقریباً درسته، اگه بخوایم خیلی چیز بکنیم بایستی که یک کمی بیشتر درباره، ولی اگر مادها رو و سلوکیان رو هم به حساب بیاریم که مادها البته از هخامنشی جدا هستن و قبل از اونها هستن و سلوکی ها هم در واقع اولاد یونانی ها هستن که بر ایران حکومت میکردن، یعنی سرداران اسکندر، محاضا مجموع اینها روی هم رفته به خصوص سلسله هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، اینها کلن در حدود 1500 اندکی بیشتر بر ایران حکم راندند. این دوران ایران باستان خونده میشه. در این دوره ما به دو فرهنگ بر نمیخوریم به یک دلیل ساده، برای اینکه تمام عواملی که جامعه ایران باستان رو در این سه دوره سلطنتی میساخته هماهنگ با هم بوده. به عبارت ساده تر، زبان که گاهی در بد و هم زبان اوستایی بوده، بعد زبان پارتی یا پارسی اشکانی بوده و بعد زبان ساسانی یا زبان پهلوی، اینا اسمایی که بهش دادن، همه اینها ادامه یک امر بوده است که کلن زبان اوستایی منشأش بوده، سرچشمش بوده. نژاد هم به هر حال چنان که گفتند و نوشتند این تیره هایی از اقوام آریایی بودند که ایران رو آمدند و در دهه های مختلفی گرفتند و ساکن شدند. بنابراین چه از جهت نژادی، چه از جهت زبانی و از جهت مذهبی هم همینطور، یعنی مذهبی که در ایران بوده است در دوره بزرگی از این 1500 سال مذهب زرتشتی بوده. یعنی اگر ما هخامنشیان را از آغاز، چون بحث است که آیا هخامنشیان زرتشتی بودند یا نه، ولی در هر حال به طور حتم از اواسط هخامنشیان تا انتهای دوران ساسانی مذهب ایران هم مذهب زرتشتی بوده. حالا تازه این مذهب زرتشتی پیشترش هم باز مذاهب ایرانی بودند که این مذهب از اونها به اصطلاح تکامل پیدا کرده، دنباله همون هاست.
حالا ما وارد اون بحث‌های خیلی تاریخی نمی‌شیم، از میترائیسم تا مذهب مغان که در واقع زرتشت به عنوان یک مصلح قیام کرد، مثل مسیح که در مذهب موسویت به عنوان مصلح اول شروع کرد ولی خودش بعد دین خودش رو که عیسوی بود آورد. زرتشت هم در واقع همینطور بوده، زرتشت یکی از مصلحین دین مغان بوده است، چنان که میگن زرتشت اصلا اسم نیست، اسم شخصی نیست بلکه لقبه، همچنان که مسیح هم لقبه. زرتشت به یک اعتبار به معنی صاحب شتر زرد، این زرتشت پنجم است که ما امروز او رو به عنوان پیامبر میشناسیم. مجموعاً میخوام این رو بگم که از بابت دین و زبان و نژاد همه ایران باستان با همه اختلافاتی که دوره‌های مختلف داشته دنباله هم است، یعنی چیزی از عنصر بیگانه در اینجا وارد نشده بوده، یک نوع یک پارچگی یا هماهنگی وجود داشته که تکامل پیدا می‌کرده. در این تکامل البته تغییرات و تحولات به وقوع می‌پیوسته ولی در مجموعش همه دنباله یک امر بودن. ما در ایران باستان اختلاف بین نژاد و زبان و مذهب نداشتیم، این اختلافات اگر بوده در دوره‌های مختلف به دلیل تحول و تکامل این زبان بوده است یا احتمالاً تفاوت‌هایی یا اصلاحاتی که در مذهب اتفاق افتاده. اما در اسلام یک عامل خیلی اساسی در تاریخ ایران پدید آورد و اون این بود که یک عامل خارجی ناگهان وارد این مجموعه یک پارچه شد. چون اسلام الان این که داریم صحبت میکنیم درباره این حرف نمیزنیم که کدوم بهتر است و کدوم بدتر و ارزش گذاری و اینا اصلا نمیکنیم، ولی به طور مسلم این است که اسلام از یک خیزگاه یا از یک منشأ دیگری بوده است غیر از اونچه که ایران باستان بوده، برای اینکه اسلام در شبه جزیره عربستان به وجود آمده، زبانش چنان که میدونید زبان رسمیش زبان عربی بوده است و عرض کنم که پیامبرش و خلفاش همه عرب بودند و به هر حال ارتباطی با ایران نداشتند. این نکته حائز اهمیت است که گرچه مذاهب کلن ملیت رو قبول نمی کنند به دلیلی که میخوان جهان شمول بشن یا جهان گشا یا جهانگیر بشن، یعنی مذهب اصولا میخواد که همه دنیا رو بگیره، به این دلیل است که به مرزها اعتقادی نداره. همین است که میبینید که در تمام مذاهب اصلا صحبت از ملیت و مرز و اینها نمیشه. اما بعضی از این مذاهب واقعا در این مسئله به دلیل خاصی دارای یک ملیتی هستند که از خودشون نمیتونن جدا بکنن. مثلا فرض بکنید که اسلام به دلیل اینکه هم در شبه جزیره عربستان به وجود آمده، هم پیامبرش عرب بوده است، هم کتاب آسمانیش به زبان عربی است، هم تمام مناسک و مراسمش به عربی عرض میکنم که انجام میگیره، بنابراین خواه و ناخواه ملیت عرب با اسلام آمیخته است، یعنی به هیچ وجه این دوتا رو از هم نمیتونیم سوا کنیم، در حالی که در مسیحیت اینجوری نیست. چون مسیحیت چنان که میدونید در همین عربستان به وجود اومده، یعنی در واقع در همون نقطه‌ای که موسویت هم به وجود اومده، اون عرض کنم فلسطین دیروزی یا اسرائیل امروزی هر چه اسمشون خواهیم بذاریم، ولی در هر حال در اونجا به وجود اومده. اما چنان که میدونید ملیت خاص چیز پشت سر دین مسیح نیست. چرا؟ به دلیل اینکه مسیحیت رفته در اروپا و در اروپا اصلا گسترش پیدا کرده، بعد از اروپا هم رفته مثلا آمده آمریکا و از آمریکا هم رفته به استرالیا، اینجاها رفته گرفته و یعنی نشت و نشو نما پیدا کرده. اما ملیت دنبال این نیست، برای اینکه اولا کتاب مقدس درست است که در اصل به زبان عبری بوده است، ولی تمام مناسک و تمام چیزایی که در اروپا یا در ممالک است به زبان لاتینی اتفاق میفته. شما در کلیسا تمام چیزها به اصطلاح به زبان لاتینی است، پس زبان مسیحیت زبان عبری نیست،
گرچه در آغاز کتابش به عبری در آمده ولی این مسیحیت به زبان لاتین چیز میکنه، در حالی که هیچ وقت در اسلام اینجوری نیست. اسلام همه جا در هر جا که بوده است زبان عربی بوده، نمیشه این رو جدا کرد. حتی درباره اینکه این نماز رو ترجمه به زبان دیگری بکنیم و به اون زبان خوانده بشه، میدونید که بسیاری از یعنی همه فقهای اسلامی با این امر مخالف هستند. میخوام بگم که ملیت در پشت بعضی از چیزها وجود داره، در پشت بعضی ها به اون شدت وجود نداره. در مورد دین یهود هم همینطور هست. البته یک پارچگی بین نژاد و دین و زبان یهود که عبری هست وجود داشته، اما علت این که ملیت به اون شدت اسلام که عرب رو در خود داره در دین یهود دیده نمیشه، برای اینکه دین یهود برای قرنها میهن خاصی نداشته، برای اینکه پخش بوده در دنیا، یعنی جای زادگاه خاصی نداشته. بگذاریم از اینکه الان 50 سال است که کشوری به نام اسرائیل به وجود آمده، ولی پیش از اون دین یهود یک میهن یا مأمنی نداشته. در آن که عرض کنم که عربستان همیشه مأمن و میهن اسلام بوده است، الان خواهد. پس میخوام این رو بگم که اسلام به طور کلی یک عامل بوده، چه از جهت نژادی، چه از جهت زبانی و چه از جهت تاریخی، که با ایران باستان با اون یک پارچگی که در همه این اجزایش حکم فرما بوده تفاوت داشته. وقتی که وارد ایران میشه در نتیجه اتفاقاتی در ایران میفته که این اتفاقات پیشتر هیچ وقت نیفتاده بوده. یعنی مثلا اسکندر هم اومده بوده ایران رو گرفته بوده، تا یه مدتی هم سردارانش در ایران به نام سلوکیدها حکومت کرده بودن، ولی هیچ تأثیر عمیق در جامعه ایرانی نگذاشتن، جز اینکه مقداری در فرض کنید که معماری اون زمان تأثیر گذاشتن یا در شهر سازی یا از این قبیل، ولی هرگز در تفکر و در اعتقادات ایرانی تأثیری نگذاشتن. به همین دلیل که بعد از 180 سالی که اینجا حکومت کردن، وقتی اشکانیان اونها رو منقرض کردن، همه چیز دوباره به کم کم برگشت به اون چی که قبلا بود. اما بعد از حمله اسلام هرگز همچی اتفاقی نیفتاد، یعنی هیچ چی به اون چیزی که قبلا بود بر نگشت. علتش چیه؟ برای اینکه در اینجا یک مسئله اعتقادی دخالت داشت. این مسئله اعتقادی رو بنده بشکافم. ایران موقعی که مورد هجوم اعراب قرار میگیره موقعیت خاصی از جهت تاریخی و اجتماعی داشته، برای اینکه دولت ساسانی که یکی از بزرگترین دولت‌های اون روز جهان بوده است و احتمالاً یکی از دو امپراتوری بزرگ، یعنی امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی، دستخوش آشفتگی‌های فراوان شده بود که این از دوران خسرو پرویز در واقع شروع شد، بعد از انوشیروان در واقع، یعنی در حدود 50 سال پیش از تقریبا 50 یا 60 سال پیش از ظهور اسلام. گذشته از اینکه اختلافات بین سرداران ساسانی و بین دولت مردانش اتفاق افتاده بود، یک امر از این مهمتری در متن جامعه وجود داشت که اون بیشتر باعث همه این تحولات شده. اون این بود که جامعه ایرانی آخر دوران ساسانی دچار نارضایتی عجیبی از جهت طبقاتی بود. چرا؟ به دلیل اینکه در دوران هخامنشی و دوران اشکانی ایران به هیچ وجه مذهب رسمی نداشت، یعنی اینا مذهب رسمی اعلام نکرده بودند. دوران هخامنشیان و دوران اشکانیان هر ملیتی یا اقوامی که جز کل ایران بودند، اینها هیچ کدومشون به ملیت خاصی، یعنی مجبور نبودند که کاری رو یک دین واحد رو بپذیرن. هر کدوم دین خودشون رو داشتن. به همین دلیل است در امپراتوری هایی که اس بردن، مثل هخامنشی یا باجید، مثلا مسیحی هم بود و عرض کنم که زرتشتی هم بود، همه ادیان دیگه هم بودن. اما ساسانی ها از آغاز دین رسمی اعلام کردن. دین رسمی ایران شد دین زرتشتی و در طول 500 سال، البته در آغاز به این شکل نبود، ولی هرچه بر عمر سلسله ساسانی افزوده شد، نفوذ موبدان، یعنی در واقع روحانیان دین زرتشتی، در دولت بیشتر شد.
و بعد این روحانیون همین موبدان یک اتحادی با دولت مردان ساسانی برقرار کردند و یک طبقه واحدی، یعنی دو طبقه اینا بودند، ولی آمدن با هم اتحاد کردند و یک کاست ایجاد کردند. کاست یعنی طبقه غیر قابل نفوذ، یعنی غیر از خودشون راه نمیدادند. در نتیجه به دلیل قدرتمند بودن هر دو طبقه، که یکی سیاست مملکت و اصلا کل مملکت دستش بود و یکی هم دین مملکت دستش بود، این دوتا در واقع همه امتیازات طبقاتی رو به خودشون منحصر کرده بودند. یعنی در دوران ساسانی تفاوت طبقاتی در ایران خیلی زیاد شد. مردم معمولی از اغلب مواهب محروم بودن و در کتاب ها آمده است که حتی وقتی یک پینه دوزی که به زحمت به اصطلاح پولی اندوخته بود، این رو برد به انوشیروان داد و گفت که در ازای این پولی که من دارم اجازه بده که فرزندان من سواد یاد بگیرن، این به در واقع به مشورت یا بگیم بهتره به حکم موبدان کشته شد، به دلیل که گفتن این فکر خطرناک اصلا که یک کسی از یه طبقه دیگری به فکرش برسه که سواد پیدا بکنه. بنابراین میخوام این رو بگم که در اواخر دوران ساسانی یک چنین وضعی ایران رو دستخوش آشوب کرده بود، هم اختلافاتی که بین سرداران و جانشینان پادشاه بود و هم در این حال این نارضایی توده مردم که همه در مقابل هیئت حاکمه که اون موقع دو جناح بودن، یعنی دولت مردان یا شاهزادگان ساسانی، اعیان ساسانی و موبدان زرتشتی، در اونا یک طرف قرار گرفته بودن، مردم معمولی یک طرف. بهترین نشانه این نارضایی این است که در چهارمین سده، چهارمین قرن حکمرانی ساسانیان، چون ساسانیان 500 سال بر ایران، یعنی 480 خورده ای سال بر ایران حکومت کردند، در چهارمین سده مانی ظهور کرد و در پنجمینش مزدک. ظهور این دو نفر که ایده های رو عرضه کردند، این نشانه همون اسیان و ناراضی بودن توده مردم بود. به خصوص این نارضایی در قیام مزدکی ها بیشتر آشکار شد، چون فلسفه مانی بیشتر یک فلسفه درونگرا بود و مربوط به معنویات و داخل زندگی انسان ها بود، بیشتر به تفکر مربوط بود. اما تعلیمات مزدک برعکس تعلیمات اجتماعی بود و تاریخ گواهی میده که اولین تفکر اشتراکی رو در واقع مانی در تاریخ به وجود آورد. مزدک ببخشید. البته این اشتراکی رو من بعد توضیح بدم، چون اشتراکی خب به خصوص که در این اواخر مسئله کمونیسم و اینها در دنیا چیز شده، ممکن است که به یک مفهومی با هم قاطی بشه، ولی این اشتراکی که مزدک پیشنهاد میکرد با این تفاوت داشت، البته در یک امری با هم مشترک بودن. مزدک فلسفه اصلیش یعنی این بود که چون همه آفریدگان در پیشگاه خداوند یکسان هستند و همه یکسان آفریده شدند، پس دلیل ندارد که از مواهب زندگی و جهان یکسان بهره نبرند. یعنی اینکه معتقد بود که نبایستی که ثروت پیش یک عده‌ای متراکم بشه و بعضی آدمای دیگه هیچی نداشته باشند. معتقد بود که چون همه آدمیان وقتی که متولد میشن یکسان متولد میشن، بنابراین بایستی در زندگیشون هم به یک اندازه از اون چی که در طبیعت موجود هست بهره بگیرن. این یکی بود. دوم اینکه به دنبال همین امر که نباید ثروت در یک جا جمع بشه، یک امر دیگر هم گفت که این باعث سوء تفاهم و بعد باعث توطئه شد. یعنی گرچه عده‌ای هم فهمیدن که او چی میگه، ولی صلاحشون نبود که خودشون رو به فهمیدن بزنن. در نتیجه در تاریخ این رو ملکوک کردن و اسمش رو به عربی این حال گذاشتن اباهیون. اباهیونی که به مزدک نسبت داده شده، میگن اشتراک زن رو هم او تجویز کرده، در حالی که چنین چیزی نیست. یعنی اشتراک زن اونطور که درباره مزدک نوشتن، یعنی که زنان هم باید بین همه مشترک باشن.
چنین چیزی نبوده. اون چیزی که مزدک میگفته است این بوده است که چون در زمان قیام او، ظهور او، اولا بدونیم که خود مزدک از موبدان بوده، یعنی از موبدان زرتشتی بوده، یکی از خارج نبوده، خودش از موبدان زرتشتی بوده. اون چیزی که اتفاق افتاده بوده این است که در نزد اعیان زرتشتی و پادشاهان چند زنی رواج داشته، یعنی زنهای متعدد، و چون در اون دوران از دین زرتشتی ازدواج با نزدیکان هم رواج بوده، یعنی حرامی نداشته، یعنی میتونستن با خواهرم مثلا ازدواج بکنن، در نتیجه تعداد این زنان خیلی زیاد میشده. نوشتن که گاهی در بعضی از حرمسراهای اعیان تا حدود 70 زن زندگی میکردن، چیزیست که تاریخ نیست. این که مزدک مخالفت میکنه با این تراکم به اصطلاح زنان است در یک خانه، من همون حرف رو میزنه، همون حرفی که درباره مال میزنه، میگه همونطوری که ثروت بایستی که برای همه باشه، زنان هم باید هر زنی برای یک نفر باشه، نه اینکه چند تا زن برای یه آدم خاص. به هر حال مزدک اول البته پذیرفته شد از طرف هرمز پدر انوشیروان، ولی بعدها قباد، ببخشید، پدر انوشیروان، ولی بعدها همین چیزهای موبدان زرتشتی که خود این هم از موبدان بود بر ضد او توطئه کردند و واداشتند که قباد او رو از در، یعنی مورد غضب قرار بگیره، ولی محاذا هنوز وجود داشت. اما در دوران انوشیروان بود که بالاخره، چنان که در شاهنامه هم مذکور هست و در چیزهای تاریخی هم آمده، همین موبدان مجبور کردن انوشیروان رو که این عده رو، عده زیادی از مزدکیان رو قتل عام بکنه. این همه مزدکیان نبودن که قتل عام شدن، عده‌ای بسیارشون در جامعه موندن، منتها چون ناشناس بودن کسی نمیشناخت، عده‌ایشون هم فرار کردن به جاهایی که از پایتخت یا از مراکز حکومت ساسانی دور باشن. از جمله چند نفر از اینها به یمن رفتن، چون یمن جایی بود که تحت الحمایه ایران بود، ولی جزء در واقع نزدیک به ایران نبود، تحت الحمایه بود در واقع، به اصطلاح امروزی اگر بگیم جزء نه مستعمره بلکه مثل منافع مشترک، ممالک مشترک المنافع که میگن، بله بله، تحت نفوذ در واقع ایران بود. به این دلیل بود که به عده‌ای از اینها رفتن به یمن و پیوستن. اولین دعوتی که از جانب پیغمبر اسلام شد، چند نفر از اینها این دعوت رو قبول کردند. دو نفر از اینها که بسیار نام‌آور هستند و در تاریخ رول عمده‌ای رو بازی کردند، یکی سلمان فارسی است و یکی فیروز بن ابولؤلؤ، هم کسی که بعد خلیفه دوم عمر رو کشت. اینها هر دو در یمن بودند و به صورت برده در واقع اونجا خرید و فروش می‌شدند که دعوت پیغمبر اسلام رو شنیدند و پیوستند و رفتند. و البته سلمان فارسی جزء صحابه شد، یعنی جزء اون عده خیلی نزدیک به پیغمبر اسلام. و نکته خیلی جالب این است که کسی که عمر رو برانگیخت، خلیفه دوم رو، یعنی اول ابوبکر رو و بعد عمر رو برانگیخت که به ایران حمله بکنه، همین سلمان فارسی بود. علتش هم این بود که اینها در ایران قلعه قمع شده بودند و میدونستند که در درون ایران نارضایتی وجود داره. اعراب و به خصوص خلفای راشدین در آغاز اصلا همچی جرأتی رو نمی‌کردن، چون امپراتوری ساسانی امپراتوری بزرگی بود و بارها وقتی که این زمزمه رو کرده بود سلمان فارسی، دیگران اخطار و هشدار داده بودند به ابوبکر و هم بعد به عمر که این کار رو نکن، برای اینکه ساسانی ها این خیلی امپراتوری مهمیست و ایرانی ها ما رو قلق و غم میکنن. ولی اینها بودند، به خصوص سلمان فارسی بود که به اینها گفت که نترسید و برید و در ایران چون مردم آزرد خاطر و ناراضی هستند با شما جنگ نمی کنند. ولی این نکته مهم رو بایستی در نظر بگیریم. ترفندی زد این آقای سلمان فارسی که اون خیلی مؤثر بود. شاید اگر این ترفند نبود، سپاه اسلام به اون آسانی نمیتونست
ایران رو بگیره و به خصوص چون میدونید در دو سه نبرد که اسمش هم در تاریخ مونده، نبرد سلاسل یعنی نبرد زنجیرها و فتح الفتوح، اینجا نه این بود که سربازان ایران تعدادشون یا سلاحشون کمتر از اعراب بود، برعکس چند برابر سپاه اسلام بودن و اسلحهشون هم خیلی مجهزتر بود، ولی اینها رو به هم بسته بودن در نبرد سلاسل که فرار نکنن از پیش سپاه اسلام. چرا؟ به یک دلیل، این آقای سلمان پارسی همراه سپاه اسلام یه شعاری کرده بود، البته این شعار عربی بود ولی در اصل یه شعار مزدکی، برابری و برادری، این اصلا شعار اصلی مزدکه، در تمام متون مزدکی است برابری و برادری، این اصلا مربوط به اسلام نیست، شما در متون اسلامی از برابری و برادری به هیچ وجه چیزی نمیبینید. مهمترین متن قرآن است که چنان که میدونید در قرآن کاملا هیچ نوع برابری وجود نداره، چون هم در مورد برده و آزاد مسئله وجود داره هم در مورد زن و مرد، بنابراین برابری در اسلام نیست، در متون اسلامی هم نیست. این که بعضی ها میگن که به اعتبار این آیه که انما المؤمنون اخوه، این معنیش درست عکس اون چیزیست که اونا میخوان، برای اینکه در اینجا گفته میشه اون کسانی که ایمان می آورند برابر هستند، پس یعنی که اونایی که ایمان نمی آورند برادر نیستند. ترجمه کنید، یعنی این آیه فقط در باره کسانی است که به اسلام ایمان می آورند، میگه اونایی که به اسلام ایمان می آورند برادرند، پس معلومه اونایی که نمی آورند برابر برادر نیستند. در حالی که شعار مزدکی اصلا ربطی به اینکه به آیا به مزدک به پیونده یا نه پیونده نبود، به طور کلی برابری و برادری در مورد کل انسان ها بود. این شعار رو به عربی اخوت و مساوات ترجمه کردند و همراه سپاه ایران کردند، سپاه اسلام کردند، سپاه اسلام با این وارد شد. به این دلیل ایرانی هایی که در مسیر این قرار گرفته بودند یک تصور کردن و تصورشون این بود که ها پس اینها همون مزدکی ها هستند که از سوی یمن و از اون سو به طرف ایران آمدند، یعنی در واقع این رو یه پیام خودی پنداشتن، فکر کردن این پیام از طرف مزدکی هایی است که رفتن، چون خبر داشتن که عده‌ای از اینا رفتن به یمن، بنابراین فکر کردن که اینها خودی هستند و آمدند که نجات بدن. به همین دلیل که نبرد جدی نه تنها نکردند، بلکه سپاه معروف دیلمی در نبردی که بین اعراب در کنار چیز قرار گرفت، در کنار دجله با اعراب کرد، پیوست به اونها اصلا، یعنی سپاه دیلمی پیوست به سپاه اسلام. خب حالا این نکته رو در نظر بگیرید که ایران در آغاز در واقع ایرانیا به هوای این که یک امر خودی واقع شده و یک سپاهی همون حرفایی رو که مزدک میزده است و با خودشون آوردن به مذهب اسلام گرویدند و بسیار در این امر مؤمنانه در آغاز پافشردند، به طوری که تاریخ گواه است که در طول دو قرن اول ایرانی ها همه چیز خودشون رو ایثار کردند، یعنی به خط خودشون چیزی ننوشتن، خط یعنی زبان پهلوی که با خط میخی نوشته میشد منسوخ شد، اصلا کسی کتابی ننوشت بهش، زبان نوشتنی مکتوب فارسی یعنی پهلوی که بود دیگه کسی بهش چیزی ننوشت، در نتیجه جز زبان محاوره که بیشتر از معمولا در هر زبانی بیشتر از 50-60 لغت نیست، چون شما اگر دقت کنید شما در طی روز زبانتون در واقع زبانی که مایحتاج رو باهاش فراهم میکنید بیشتر از 60-70 تا لغت احتیاج بهش ندارید، که اغلب هم لغاتی است که از جهت دستوری بهش میگن لغات ذات، یعنی معنیش در خارج از خودشه، یعنی مثل میز، دیوار، خورشید، جنس، مثلا غذا، هر چی که میخواید بگیرید، یعنی در واقع این لغاتی که بیشتر در زبان محاوره به کار میره، لغاتی که مربوط به ذهنیات میشه اون در زبان محاوره نیست، در زبان کتابته، یعنی وقتی نوشته میشه بیشتر اون لغات به کار میاد. در نتیجه این که میبینید امروز 60% از زبان فارسی ما آمیخته شده است با واژه‌های عربی، دلیلش این بوده است، برای اینکه در حدود 200 سال
زبان فارسی زبان پهلوی گذشته اصلا تکلم نشده بهش کتاب هم نوشته نشده، فقط زبان محاوره مردم عبارت از این 60-70 لغت اینها بوده. به همین دلیل شما می‌بینید ما برای اغلب اشیایی که دیده میشن به فارسی لغت داریم، خورشید، ماه، درخت، نمیدونم آب، همه اینا. اما به محض اینکه می‌خوایم مسائل درونی و ذهنی رو بیان بکنیم لغت نداریم. یعنی شما برای تمام چیزایی که مربوط به ذهن میشه شاید یه اندیشه مثلا دارید، یا چیز بقیه همه احساس، تفکر، تخیل، همه اینا رو باید از عربی بگیرید. به این ترتیب است که یک در بد و امر ایرانی ها در واقع مذهب اسلام رو با این ایثار پذیرفتند و آثار خودشون رو، نه اینکه ایران نبوغش رو از دست داده باشه، ایرانی ها یعنی دیگه هیچ کس هیچ کاری نکنه، ولی اینا رو همه رو به زبان عربی نوشتن. شما الان تحقیقات جدیدی که یکی از دانشمندهای واقعا درجه اول ایران، این آقای دکتر محمدی ملایری، دکتر محمد محمدی ملایری نوشته به نام انتقال فرهنگ ساسانی به در انتقال فرهنگ ایران در دوران از دوران ساسانی به دوران اسلامی، اونجا نشون داده که در طول این 200 سال که ایرانی ها به زبان خودشون چیزی ننوشتن، هر چه میخواستن به عربی مینوشتن و نه تنها به عربی نوشتن، بلکه برای زبان عربی دستور اولین صرف و نحو عربی رو سیبوی یا سیبویه ایرانی نوشته است که اهل فارس بوده. ابن مقفع که بعد از قرآن مهمترین ترجمه فصیح عربی را از کلیله دمنه کرده، باز هم اهل فارس بوده است. بنابراین اینها به زبان عربی پرداختند، اما در طول این مدت کم کم به این نکته برخوردن که این چیزی که فکر میکردن برابری و برادری اونجوری نیست، به دلیل که اندک اندک خلفای، با وجود که یک بار خلفای اموی به دست ایرانی ها برانداخته شد، یعنی ابو مسلم اونها رو برانداخت و عباسیان رو بود، ولی دیدن به چشم خودشون که هارون و رشید و مأمون و اینها درباری درست کردن به مراتب از دربار خسرو و پرویز تجملی تر، منتها فرق این بود که این بار پادشاه ایرانی نبود بلکه خلیفه عرب بود. بعد از اینکه چنین چیزهایی کم کم دیده شد، البته در طول 200 سال نه اینکه همه ایرانی ها دست رو دست هم گذاشته باشن، ما در طول این 200 سال به قیام های مختلفی از بابت نظامی مثل بابک خرمدین و عرض کنم که هشام ابن مقنع که همون ماه نخشب رو درست کرد، اون شیمیدان ایرانی که برای اینکه دعوی پیغمبری کنه ماهی رو، یعنی در واقع تشتی از جیوه رو در تای یک چاه قرار داد و نور رو بر این تابوند و بعد از درون این یه چیزی مثل ماه میرفت بالا شبها که بهش میگن ماه نخشب، ادهی رو با این معجزه خودش به اصطلاح کشید. ولی نام اصلی اینها سپید جامگان بودن. اینها اصولا شدیدن چیز مبارزهی با اسلام میکردن، یا بابک خرمدین همینطور که اون اصلا دنباله کار مزدک رو داشت. بنابراین چنان که میبینید ایرانی ها بیکار نشسته بودن، ولی اینها جنبش های کوچک و محلی و بیشتر نظامی و اینجور چیزا بود. جنبش فرهنگی ایرانیان از انتهای قرن دوم آغاز میشه، موقعی که در واقع اولین امرای ایرانی در شرق ایران، شمال شرقی ایران قوت میگیرن، یعنی سلسله صفاری، یعقوب لیس اولین امیر ایرانی است که در واقع معتقد میشه به این که ایران رو باید از هر جهت و از جهت فرهنگی و نظامی از زیر سلطه خلافت بغداد رها بکنه. و همین دلیل علاوه بر جنگ هایی که میکنه با خلیفه، اولین بار وقتی وزیرش محمد وصیف سگزی قصیده به عربی برای او میخونه، میگه چه سود از خواندن یا گفتن کلامی که من ندانم، یعنی من عربی نمیدونم، چرا با من فارسی حرف نمیزنی. و همین باعث شد که همین محمد وصیف سگزی اولین قصیده رو به فارسی گفت، برای یعنی اولین قصیده مکتوب، البته پیش از اونم کسانی به صورت خرد ریز گفته بودن، ولی اولین قصیده مکتوب من چیز رو منظم رو همین آقای محمد وصیف سگزی وزیر یعقوب گفت، یعقوب لیث.
بعد از یعقوب لیث دوران سامانیان است که اون دیگه این قیام فرهنگی در واقع اوج میگیره. دربار سامانی مرکز این قیام فرهنگی میشه که در اونجا کسانی مثل رودکی و شاعران دیگه زیر میشن و بالاخره اوج این میرسه به قرن چهارم که فردوسی در واقع باید بگیم قله این قیام یا این رستاخیز ایرانی است، رستاخیز فرهنگی ایران است بر ضد تسلط فرهنگی اسلام و عرب. خب این مقدمات رو من برای این گفتم که شما این رو دانسته باشید که وقتی اسلام به ایران آمد به دلیل اینکه حاوی نه تنها خودش مربوط به یک نژاد و زبان و خاک دیگری بود، بلکه اعتقادی رو آورد که این اعتقاد با یعنی مذهبی رو آورد که این مذهب با مذاهب قبلی ایران هیچ گونه سنخیتی نداشت و ایرانی ها در آغاز این امر رو به علت به عنوان که یک چیز خودیه پذیرفتن، یعنی شیفتگی بهش پیدا کردن. بعد از یک مدتی احساس کردن که فریب خوردن. توجه کنید این حالت خیلی امر مهمی است بین اون چیزی که میگن شیفتگی و فریب خوردگی. میدونید که شیفتگی همیشه کسی که شیفته است یعنی عاشق در واقع، یعنی به خودش رو ایثار میکنه، یه به یک آدمی یا به هر چیزی که شیفته میشه همه چیزش رو میده، بنابراین خودشو گناهکار نمیدونه. یعنی آدم عاشق ممکن نیست خودشو گناهکار بدونه، برای اینکه در عشقش خلوص و ایثار هست، همه چیز خودشو میده. اما اگر این آدم احساس کنه که فریب خورده، بازم خودشو گناهکار نمیدونه، بلکه تحقیر میبینه، تحقیر شده، یعنی در قبال این چیزهایی که داده میبینه کلا سرش گذاشتن، بازم خودشو گناهکار نمیدونه، تحقیر شده میدونه. این غیر از آدمیست که گناهکار، یعنی از آغاز فرض کنید مثلا کسی که دزدی میکنه از آغاز خودش میدونه که این کار ناسوابیست، منتها از روی ناچاری میکنه، منطقش این است که من گرسنه‌ام بود رفتم دزدی کردم، یعنی از آغاز خودش میدونه که این کار بدیست که انجام میده. اما در مورد کسی که شیفته است و بعد این خودش رو تبدیل میکنه، یعنی بدل میشه به آدم فریب خورده، به هیچ وجه احساس گناهکاری نمیکنه، بلکه احساس میکنه که تحقیر شده. عین این حالت در ضمیر ایرانی به وجود اومده و از اون زمان تا حالا ادامه پیدا کرده. البته شاید بعضیا بپرسن که خب چطور در طول 1400 سال این ادامه پیدا کرده. خب این میدونی که فرضیه معروف یونگ این مسئله رو الان روشن میکنه که ما غیر از یک حافظه فردی، حافظه قومی داریم یا وجدان ملی داریم. در این وجدان قومی که هر ملتی بر خودش داره، در واقع رسوب یا اساره تفکرات گذشتهش، حادثه های گذشتهش و هر چه بر سرش آمده به صورت رسوب در این حافظه ارثی میشه، یعنی از نسلی به نسل دیگه میره. به همین دلیل است که ملت ها به طور کلی برای خودشون مجموع این چیزهایی که در ذهنشون هست و همه رو کسب نمی کنن، یعنی همه رو یاد نمی گیرن، بلکه به ارث می برن، مجموعاً در حالات و حرکات و حرف زدن و افکارشون منعکس میشه. به همین دلیل است که بعضی از آدم ها که دقت در این کارا می کنن ملت ها رو می تونن بشناسن، بدون اینکه ملت ها به زبونی حرف بزنن یا خودشون رو اعلام بکنن که ما کجایی هستیم. بنده بارها این رو برای دوستان خودم شرح دادم که یک خانم فرانسوی که دختر یکی از نویسندگان و اکادمیسیان های معروف فرانسه بود و هست، یعنی این به من یک بار میگفت که من شما ایرانی ها رو هر جا ببینم میشناسم. گفتم چطور میشناسید؟ گفت که از مجموع حرف زدن، حرکات، راه رفتن، همه کارهایی که میکنید من میفهمم که شما. گفتم حتی میتونید تشخیص بدید که مثلا ما ایرانی هستیم مثلا ترک نیستیم یا عرب نیستیم؟ گفت کاملا مشخص میشه این قضیه. بنابراین این مسئله در ذهن وجدان ایرانی به وجود آمده و ادامه پیدا کرده. در حدود 1400 سال ما دوچار دو حالت هستیم که در شخص خودمونم همه اگر دقت کنیم
یا به قول من چراغ قوه در درون خودمون روشن کنیم، این دو حالت رو میبینیم. از یک سو وقتی که جنبه در توده مردم نگاه کنیم که اصلا تاریخ رو نخوندن و این حوادث رو اصلا نمیدونن، بی سواد ها به اصطلاح، کسان که اصلا عامی هستن، این حالت نفرت به این صورت نیست، بلکه به صورت عمر. فرض کنید ببینید، عمر چون این کسی بوده است که به ایران حمله کرده، خلیفه دوم، ولی در نزد بسیاری از ایرانیان غیر از سنی و شیعه که یه جنبه صرفا مذهبی پیدا میکنه، ولی مسئله عمر به عنوان خلیفه دوم در ذهن توده مردم بیشتر به عنوان فاتح ایران یا آدمی است که خیلی خوشایند نیست، مطبوع نیست، در حالی که این آدمای معمولی نمیدونن که او به ایران حمله کرده، بلکه او رو صرفا از جهت مذهبی که مخالف است با خاندان پیامبر چیز میکنن، در حالی که اصلا واقعیت تاریخی چنین چیزی نیست، به دلیل اینکه در تاریخ بسیاری از جاها ذکر شده است که حتی کسی که به عمر توصیه میکنه که سعد وقاص رو بعد از شکستی که از ایرانی ها بار اول میخوره، سعد وقاص رو به فرماندهی سپاه اسلام بگماره، برای اینکه سعد وقاص آدمی لایق در فرماندهی هست، اون علی ابن ابی طالب بوده، یعنی او توصیه کرده به عمر. بنابراین ولی در ذهن مردم عامی ایران این مسئله به این صورت مطرح نیست، بلکه مطرح این است که عمر این حمله رو کرده است. این همون حالت دوگانه است که عرض میکنم. اما در نزد همین ملت ضمناً آدمایی هستن که با هنوز هم حتی اونهایی که تا حدود زیادی هم به هر حال با سواد و فرهنگ و همه اینها آشنایی دارن، خب در مراسم سوگواری عرض کنم، سفره انداختن، تحریم موسیقی، نمیدونم در مردها گاهی، حالا البته با سوادان نه، ولی در چیز سینه زدن، زنجیر زدن، همه اینا هست. به این ترتیب یه دوگانگی عجیبی هست، دوگانگی اون قسمتی که مربوط به شیفتگی ایرانی هست، قسمت اول به اصطلاح هجوم اعراب است که هنوز در ذهن مونده، همون چیزی است که ایرانی رو وامی داره که کاسه گرمتر از آش بشه و بسیار نسبت به عرض کنم که چیزهایی که در اسلام سوگواری ها و نمیدونم فلان اینا بیشتر از سنی ها گرم و عرض کنم که پر بله دیگه مشتعل عمل کنه، کما اینکه در مورد موسیقی اغلب روزهای سوگواری شما اگر از چیز عرب ها رو باز کنید، رادیوی عرب ها موسیقی همیشه هست، حتی در روز رحلت پیغمبر، ولی در ایران چنین چیزی نیست، ترجمه کنید. بنابراین از یک طرف یک چنین حالتی وجود داره، از یک طرف دیگه یک حالت کینه توزانی که گاهی اوقات این کینه توزی به خصوص در نزد خواص ایرانی، در نزد کسانی که به اصطلاح جز بزرگان ادب ما هستند، آشکار میشه. یعنی ما نمونه هایی رو در طول تاریخ داریم که اینها رو باید گفت که ضد عرب و ضد اسلام به تمام معنای کلمه باید خوند. حالا حرف من در این گفتارها نشون دادن این است که این ما در ایران دو فرهنگ پیدا کردیم، یکی فرهنگی که بر پایه مذهب قرار گرفته است که این فرهنگ توده مردمه. چرا؟ برای اینکه توده مردم اکثریتشون در ایران هنوز هم بی سواد هستن، مردم معمولی یعنی بی سواد دین رو انتخاب نمی کنن، به ارث می برن، یعنی هم که پدر مادرشون مسلمون بود یا مسیحی بود اونا هم همینطور می شن. بنابراین توده مردم فرهنگشون فرهنگ مذهبی است، یعنی چی؟ بر حسب حرف هایی که از فقها یا رهبران مذهبی میشنوند فرهنگی دارند که اینها خود این فرهنگ نمایندگان و بزرگانی داره که اونا عوام نیستن ها. مثلا شما در طول تاریخ یکی از آدمهای معروف نمایندگان فرهنگ عوام که خودش هیچ عوام نبوده بلکه بسیار مرد دانشمندی بوده از امام محمد غزالیه. امام محمد غزالی خودش عوام نبوده ولی نماینده فرهنگ عوامه، یعنی نماینده فرهنگ مذهبیه، چون این کسی است که با وجود اینکه اولا هم عهد خیامه، یعنی درست همون زمان، و با وجود اینکه همشهری فردوسی هست، چون هر دو توسی بودن،
تمام افکار و اندیشاش دشمنانه، یعنی اختلاف نیست بلکه تناقض آشکاره. یعنی شما خیام رو وقتی بخونید که نوروزنامه رو می‌نویسه، در تجلیل تمام اعیاد ایرانی، اسمش هم نوروزنامه است، در تجلیل اعیاد ایرانی می‌نویسه و در مراسم ایرانی از جشن سده گرفته تا هر چیز دیگه، اون وقت همون زمان شما امام محمد غزالی رو می‌خونید، می‌بینید که میگه این سنت جبران است و بایستی ما سعی کنیم فراموش بشه. اینجا من این نوشتش رو به موقع بر شما آوردم و میخونم که میگوید که اصلا نبایستی این عیدها و اینها رو زنده نگه داشت، برای اینکه این یادگار جبران و پارسیانه و ما باید این رو همه رو اینها رو به دست فراموشی بسپاریم. ببینید چگونه نماینده دو فرهنگ در یک زمان وجود داره. یعنی شما غزالی رو دارید، در این حال خیام رو دارید، در این حال فردوسی رو دارید. اینها نماینده یک فرهنگ نیستن، نماینده دو فرهنگ هستند. یکی فرهنگی که پایش بر روی مذهبه، فرهنگ توده مردمه، یکی فرهنگی که بر پایه ملیت هست که برگزیدگان یا خواص هستن. اونها لازمش این است که گذشته رو میشناختن، اون چیزی که اتفاق افتاده میدونستن، تا فرهنگی رو که فرهنگ برگزیدگان بود می آوردن. کمان که می بینید تمام این بزرگان ما کسانی هستند که آشنایی به فرهنگ و تاریخ گذشته ایران داشتن. شاهنامه یعنی فردوسی از این کارش همین بوده، یعنی فرهنگ گذشته رو خواسته زنده بکنه. در مورد خیام شما تمام اشاراتی که در همین رباعیات معدود خیام می بینید همه به گذشته است. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، یا اینکه بهرام که گور میگرفتی همه هم. ببینید تمام اسامی اشارات همه این چیزا مربوط هست به گذشته. بنابراین دو فرهنگ ما در ایران داشتیم که یکیش پایش بر مذهب است و اون مذهب مال توده مردمه و نمایندگانش عوام نیستند، که یکی دوتا هم نیستند. من حالا اینجا به ترتیب و شرح خواهم داد که کیا بودن. و یک طرف دیگه مذهبی است که فرهنگی است بر پایه عرض کنم که ملیت و به خصوص اون چیزی که مربوط به ایران باستانه، که اون رو برگزیدگان یا کسانی که به هر حال دانش تاریخ داشتند ادامه دادند. این دو فرهنگ در طول تاریخ با هم گلاویز بودند و من در طول این جلسات نشان خواهم داد که چگونه اینها مقابل هم وایستادن و به هم چه گفتن و چه شنیدن. این مقدمه‌ای بود که نسبتاً هم به درازا کشید. من اینجا یک بریک 5 دقیقه‌ای اعلام می‌کنم تا قسمت بعدی وارد اصل مطلب بشیم. قبل از اینکه بنده به خود این فرهنگ دوگانه بپردازم، یه تعریف مختصری راجع به فرهنگ میکنم، چون باید ببینیم که فرهنگ اصولاً چی هست. چون درباره فرهنگ به قدری تعریف های مختلف شده است و اینها، که البته هر کدومش هم به صورت موضعی درسته، ولی تعریف جامع اتفاق نیفتاده. علت اینم که اتفاق نیفتاده این است که فرهنگ هم مثل هنر یه امر مثل علم نیست که بشه دقیقاً تعریف بشه، بلکه مثل هنر امری است که تعریف کردن چون هم یه تعریف جامع و مانع به قول قدیمی ها، یعنی تعریفی که همه چیز لازم رو در بر داشته باشه و هر چیزی که غیر لازمه دفع بکنه، چنین تعریفی برایش دشواره. پیدا کردن این تعریف برای فرهنگ دشواره. اما معاذا کوشش بر این، من کوششم این است که تا حد ممکن یه تعریف کلی به دست بدم و در اون مورد که به بحثمون مربوط میشه تعریفی که ملموس باشه و شما بتونید در واقع دقیقاً با این مسائلی که بنده عرض میکنم ارزیابی بکنید. تعریف کلی فرهنگ این است که مجموعه آگاهی های هر یک از شما
یا بنده دقت بفرمایید مجموعه آگاهی ها، نگفتم مجموعه دانایی ها، مجموعه آگاهی های هر یک از شما راجع به هر پدیده ای فرهنگ اون رو به وجود میاره. مثال بزنیم، مثلا آب رو بگیریم. آب، این آب از جهت علمی یک تعریف بیشتر نداره، یعنی H2O، یعنی فرمولش دیگه. ولی بله، عرض کنم که تعریف علمی آب بیش از یکی نیست با همون فرمولی که گفتم H2O مثلا. اما وقتی میگم مجموعه فرهنگ، عبارت است از مجموعه آگاهی های هر یک از ما راجع به آب، این ربطی به این فرمول پیدا نمی کنه. به همین دلیل است که علم در هیچ کجا جز فرهنگ به حساب نمیاد. علم اصلا یک چیز جدایی است. چرا؟ برای که علم جهانیه. شما ما علم مثلا انگلیسی، علم فرانسوی یا علم نمیدونم آلمانی نداریم. دانشمند آلمانی داریم، دانشمند فرانسوی هم داریم، ولی علم فرانسوی و علم آلمانی نداریم. همه علم همه جا یکیه. دو تا هم همه جا یعنی چهار تا. یعنی هیچ توفیری از بابت تعریف علمی نمیشه کرد. نمیشه قائل شد. اما فرهنگ چنین نیست. و تعریفایی که راجع به فرهنگ هم میشه به نسبت آدم‌ها فرق داره. به همین دلیل تعریفی که بنده کردم این است که مجموعه آگاهی های ما نسبت به هر پدیده ای، اون فرهنگ ما نسبت به اون پدیده است. و گفتم منظور از آگاهی ها دانایی های ما نیست. مثالش همین آبی که گفتم، گفتم آب فرمول علمیش یا شیمیاییش H2O. اما ما وقتی راجع به آب حرف میزنیم، همچون که هر ملت دیگری هم همینطوره، ما هزار تا چیز درباره آب به ذهنمون میاد. مثلا آب که سر بالا میره، قورباغه ابو عطا میاد. ببینید، یا چهار وجب در چهار وجب کره مثلا، فرض کنید. ببینید، اینا همه مربوط به آب میشه که خیلی هم از هم دوره ها. هر چه شما از این قبیل راجع به آب بدونید غیر از اون فرمول علمیش، این فرهنگ شما رو راجع به آب نشون، مجموعه آگاهی های شما. حالا شما همه چیزهای دیگر هم میتونید با همین قیاس بسنجید. در حالی که این رو اگر در نظریه ملت دیگری چیز کنیم، اون دیدش رو، آگاهی هاش رو به آب با ما فرق داره. توجه میکنید؟ یعنی یه فرانسوی هیچ وقت نمیگه که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. این اون یه چیز دیگه میگه. اعلانی مثلا بنده دیدم سالها پیش در متروهای پاریس که برای تبلیغ شراب بود، نشته بود که آب را به قورباغه ها رها کنید، یعنی خودتون شراب بخورید، آب نخورید، آب را برای قورباغه ها بگذارید. ببینید، این جزء فرهنگ فرانسوی پاریسی راجع به آبه. ما هیچ همچین فرهنگی نداریم. اگه هم چیزی بگیم، همه هم تا که الان شما خندیدید، چون برای ایرانی معنی نداره. پس مجموعه آگاهی های ما درباره هر پدیده ای فرهنگ ما نسبت به اون است. حالا مجموع این فرهنگ های جز جز فرهنگ کل رو به وجود میاره. اما در فرهنگ کل جز حل میشه چند عامل، چند رگه یا چند چیز اصلی هست که دیده میشه. یعنی شما همه اینا رو نمیتونید، اگر تعریفی از تعریف فرهنگ مثلا ایران میکنید، شما نمیتونید جز به جز راجع به آب و نمیدونم نان و هر چیز دیگری آگاهی هاتون رو منات بدونید. فرهنگ ایران مجموع این هاست، کل اینا. بنابراین مشکلی که ما داریم اتفاقا همین است. در این فرهنگ عوام و فرهنگ خواص که من گفتم، فقط این نیست که ملیت و مذهب است که با هم مقابله میکنه، دیدها هم با هم مقابله میکنن. یعنی مجموعه آگاهی های هر کدوم از ما هم با هم یک نوع مقابله دارن، برای که یعنی یک نوع تضاد دارن. برای که این روشن بشه، بنده الان اگر آورده باشم این چیز، این تیکه ای رو که بله
ببینید راجع به زبان فارسی همه ما امروز و در گذشته هم همینطور بوده. کسانی که زبان فارسی رو دوست داشتن زبان فارسی رو زبان شیرین و توانایی میدونستن دیگه نیست. حالا ما هم همینطور هم خودمونم اگه کسی نگه میگیم که زبان شیرین فارسی. بنابراین این شیرینی و توانایی برای ما جز فرهنگ یعنی فرهنگی است که ما از زبان خودمون داریم. حالا ملاحظه بفرمایید یک ایرانی که وابسته است یعنی نماینده است به فرهنگ عوام یعنی فرهنگ مذهبی رو داره تبلیغ میکنه یعنی به نظرش عربی زبان مهمی است، او درباره زبان فارسی چی میگه؟ این همین امام محمد غزالی است. بنده عین جملهش برای شما میگم از کتاب کیمیای سعادت. میگه و ما اندر این کتاب جمله این چهار عنوان و 40 اصل شرح کنیم از بحر پارسی گویان و قلم نگاه داریم از عبارات بلند و منغلق و معانی باریک و دشوار تا فهم توان کرد و اگر کسی را رغبت تحقیقی و تدقیقی باشد ورای این باید که آن از کتب تازی طلب کند چون کتاب احیاء علوم الدین و کتاب جواهر القرآن و تصانیف دیگر که در این معنی به تازی کرده آمده است که مقصود این کتاب عوام خلقند که این معنا به پارسی التماس کردند و سخن از حد فهم ایشان در نتوان گذاشت. یعنی که اینا عوام ناسن فارسی زبونا و من به فارسی گفتم که ببخشید شیرفهم کنم بلا حرفای خیلی دقیق و بلند و ظریف رو باید به عربی بگم، هر کی میخواد بره به عربی بخونه. مازی فهمید این برداشت یک آدمی است راجب زبان فارسی، برداشت منتها کیه؟ کسی است که چنان که گفتم متعلق به اون فرهنگ است. در مقابل این ما خب همه اون چیزها رو درباره زبان فارسی از فردوسی بگیریم تا نمیدونم حافظ داریم که حالا اونا بحث جای خودش. بنابراین با این مثال میخواستم اینو بگم که فرهنگ این دو فرهنگی که با هم در جدال هستند نه فقط به دلیل اینکه یکی بر پایه ملیت و یکی بر پایه مذهب در این دو مورد با هم مغایر هستند، بلکه حتی در خیلی از مواردی که به این دو تام ربطی نداره با هم گلاویز شدن در طول تاریخ. به همین دلیل است که ما در طول تاریخ برمیخوریم به جنگ ها و گریز های فراوان بین همین کسانی که یکی نماینده اون است و یکی نماینده این. اون چی که پیش از اینکه من نمونه ها رو بخوام بگم باید یکی دو تا چیز دیگری هم به این تعریفی کردم اضافه کنم. گفتم یه تعریف کلی میخوام از فرهنگ بدم که عبارت بود از مجموعه آگاهی های ما از هر پدیده که وقتی گفتیم ما یا شما با دیگران این رو متفاوت فرض کردیم. یک تعریف بسیار عمیق و در این حال ساده و دوست داشتنی هم ادوار ایریو کرده که این رو هم الان جزء تعریف های کلاسیک فرهنگ شده، ولی بد نیست این رو هم من برای شما بگم. این ادوار ایریو یکی از مردان بزرگ سیاسی و در این حال فکری فرانسه است در همین قرن که به خصوص به نخست وزیری فرانسه و ریاست مجلس و ریاست سنا و همه اینا هم رسید، تا جنگ بین الملل دوم هم تا پایان جنگ دوم بین الملل هم زنده بود هنوز. این ادوار ایریو تعریفی درباره فرهنگ کرده که خیلی جالب است در این که ساده است. میگه فرهنگ آن چیزی است که پس از فراموش کردن و یا محو شدن همه دانایی های اکتسابی شما در ذهنتان باقی میمانند. یعنی اگر فرض کنیم یک روزی شما تمام دانش های خودتون رو که فرا گرفتید یادتون بره بر اثر یه حادثه ای، یک چیز در شما میمونه اون فرهنگ. اون فرهنگ دلیلش اینکه اینجوری میگه یعنی اینکه اون فرهنگ به صورت میراثی در ژن شما هست، اونو فراموشی نمیتونه از بین ببره، در حالی که دانایی های شما رو میتونه از بین ببره. شما اگر دوچار خدایی نکرده این بیماری فراموشی معروف بشین خب همه اون دانایی هاتون از بین میره، ولی فرهنگتون از بین نمیره. فرهنگ مجموعه ارثی اون چیزهاییست که در همه وجود شما دیده میشه حتی در حرکت دستتون.
به همین دلیل است که ملت‌ها رو با این خصائص مثلا می‌بینید که راجب ایتالیایی‌ها میگن اگه دستشون رو ببندین حرف نمیتونن بزنن. دلیلش این است که یکی از چیزهای فرهنگیشون نیست که اینا باید دائما با دست حرف بزنن. و ملت‌های دیگه هم هر کدوم از این نوع این خصیصه‌ها خصیصه‌های فرهنگی است در واقع. خب یکی این تعریف. نکته دوم دقت به این موضوع است که فرهنگ در زبان فارسی از لغت فرهیختن میاد. فرهیختن اصلا فعلشه. فرهیختن یعنی بیرون کشیدن از زمین، استخراج، از دل هر چیزی یه چیز رو در آوردن، همون استخراج کردن، بیرون کشیدن. مثل مثلا استخراج معدن، برکشیدن معدن یعنی همین، یعنی از درون زمین شما باید یه چیز رو بکشید بیرون. پس معنیش فرهنگ در واقع عمیق شدنه. معنی در همین کلمه نشان دهنده این است که یه چیز عمیقه، یعنی از درون میاد بیرون. و این چقدر ارتباط پیدا میکنه با طبیعت خشن و خشک اغلب جاهای ایران که حتی برای آب ضروری ترین چیزی که لازمه باید قنات بزنید، یعنی برید در دل زمین از اونجا بکشید بیرون. اما میبینید که در لاتین، زبان لاتین که اروپا چیزشه، این کلمه کلتورا که در انگلیسی کالچره، در فرانسه کلتوره، در ایتالیایی هم کلتورا هست، این یعنی کاشت بر سطح زمین، یعنی زراعت، یعنی روی زمین رو کاشتن. ببینید تفاوت این است، در یک جا این بر روی زمین یعنی آسانی طبیعت یا اقلیم، بر روی زمین کاشته میشه و ازش بهره برداری میشه، در یک جای دیگه باید رفت از زیر زمین کشید بیرون. تفاوت اتیمولوژی که این چیز در فرهنگ مام هست، یعنی فرهنگ دشواری است، فرهنگ از درون یک چیزی بیرون آمده است. این رو گفتم برای اینکه بعد به خصائصی از این فرهنگ برخواهیم خورد. این یک نوع کلیدی است که من از آغاز برای شما دادم برای این نکته. خب حالا نکته ای رو که بنده میخواستم ادامه بدم این است که ما در واقع چنان که اشاره کردم فرهنگ ایران رو اگر بر دو پایه استوار ببینیم که یکیش ملیت و یکیش مذهبه و یعنی مذهب مربوط به توده عوامه و ملیت مربوط به برگزیدگانه، بلافاصله به یک تفاوت‌های دیگری هم از این بابت برمی‌خوریم. اون تفاوت چی هست؟ تفاوت این است که ما در فرهنگ عوام حتی وقتی بزرگانی در واقع یا دانشمندانی مثل امام محمد غزالی هستن، و چرا فقط امام محمد غزالی، ناصر خسرو قبادیانی هم جزء همین گروهه، یعنی جزء نماینده فرهنگ عوام، منتها فرهنگ او فرهنگ مذهبی اسماعیلی است، یعنی شیعه هفت امامیه به جای شیعه دوازده امامی. اینها به ناچار برای اینکه فرهنگ عوام رو که فرهنگ مذهبی باشه تبلیغ بکنن، ناچارند فرهنگ ملی و مبانی ملیت رو خار بکنن، یعنی اتوماتیکمان مجبورن این کار رو بکنن. شما تصور نکنید که این آقای امام محمد غزالی بی خودی با اعیاد ایرانی و رسوم سر کینه داره، نه، برای اینکه بتونه اون فرهنگ مذهبی رو چیره بکنه و حقانیت بهش بده، باید اونچه را که مربوط هست به فرهنگ ملی خار و خفیف بکنه و از نظرها بندازه. ببینید قسمتیش رو من میخونم برای شما که درباره اعیاد نوشته، همین عیدهایی که ما گرامی میداریم، نوروز و صده و همه اینا. میگه در همون کیمیای سعادت. اولا غزالی فقط دو تا کتابشو به فارسی نوشته، بقیهش همش به عربی. میگه اما آنچه برای صده و نوروز فروشند چون سپر و شمشیر چوبین و بوق سفالین، این در نفس خود حرام نیست، ولیکن اظهار شعار گبران حرام است. گبران یعنی ایرانیان قدیم. گبر به طور کلی البته
بعد از اسلام به طور کلی به زرتشتیا گفته می‌شده، ولی در اصل معناش و به خصوص یعنی کلن ایرانیان قدیم، چون اونا زرتشتی بودن دیگه. میگه که ولیکن اظهار شعار جبران حرام است و مخالف شرع است، یعنی مخالف اسلام، و هرچه برای آن کنند نشاید، یعنی شایسته نیست، بلکه افراد کردن در آراستن بازارها به سبب نوروز و قطائف بسیار کردن و تکلفهای نو افزودن برای نوروز نشاید، بلکه نوروز و صده باید که مندرس شود، یعنی از بین بره، باید که مندرس شود و کسی نام آن نبرد. و چون گروهی از سلف، یعنی از گذشتگان، گفتند که نوروز روزه باید داشت تا از آن طعام‌ها خورده نیاید و شب صده چراغ فرا نباید گرفت تا اصلا آتش نبینند، محققان گفتند که روزه داشتن این روز هم ذکر این روز بود و نشاید که نام این روز برند به هیچ وجه، بلکه با روزهای دیگر برابر باید داشت و شب صده همچنین، چنان که از وی نام و نشان نماند. نمیدونم متوجه این نکته شدید یا نه. میگوید که آقای غزالی، ملاحظه فرمایید، میگوید که بعضی ها برای اینکه نوروز و صده رو منسوخ کنن، یعنی بعضی از مذهبیون گفتن اون روز رو روزه بگیرین تا غذاهای خاص نوروزی رو نخورن مردم، یعنی روز نوروز روزه بدین تا مردم غذاهای خاص نوروز رو نخورن و به این ترتیب نوروز منسوخ بشه. میگه اینم درست نیست، چون وقتی میگید روزه بگیرید در نوروز، یعنی یاد نوروز رو به یاد نوروز به یاد مردم آوردید، پس اصلا باید اون روز رو مسکوت بذارید تا به کلی از یادها بره. مارز میفهمید؟ این آقا امام محمد غزالی معرف فرهنگ عوام و ایرانیه، در طوس همشهری فردوسی است، هم عهد خیامه. بعد ولی ملازم فهمید که چگونه درباره این چیز ایرانی چجوری هست. میگه شب صدم برای همین موضوع چراغ نه، بعضی ها گفتن چراغ نباید افروخت تا اینکه از یادها بره. میگه نه، اینم غلطه، چون اگه اون شب چراغ نیفروزید باز یاد همه میاد که این به مناسبت جشن صده است، اصلا باید مثل شبهای دیگه برابر باشه تا اینکه از یادها بره. بنابراین میخوام اینو بگم که این دو فرهنگ با هم در یک جدال دائمی بودن و نمایندگان این فرهنگ در طول قرون کم نیستن. من یک فهرستی اول میدم برای که بعد نمونه های از اینها خواهیم آورد. ببینید فردوسی، حالا گذشته از همه دشمنان قسم خوردهش که در همین عهد اخیر هم دیدیم، در همین بعد از انقلاب اخیر با آقای خلخالی تا دیگران، ولی در گذشته که در تمام ادوار کسانی بودن که فردوسی رو دشمنی باش کردن، اما از اونجا شروع شده که جنازه فردوسی رو آوردن که به خاک بسپارن. این دیگه سند کتبی معتبر است در کتاب چهار مقاله نظامی عروضی که کلن 150 سال بعد از مرگ فردوسی نوشته شده. در اینجا نظامی عروضی یاد میکنه، افسوس من اینجا متن رو ندارم، بلکه این متن رو بر شما میخوندم. نظامی عروضی اینجا میگوید که وقتی جنازه فردوسی رو میارن که در باج دهکده‌ای که دهکده زادگاهش بوده و در توس قرار داره، در محله تابران توس، چون توس مشهد قدیم چهار محله بزرگ داشته که یکی از محله های بزرگش تابران بوده یا تبران، هر دو گفته شده، و یکی از دهات این محله یا یکی از توابع این محله، حومه های این محله، همین باج بوده است که فردوسی در اونجا زندگی کرده و در اونجا حالا وقتی که جنازش رو آوردن، دخترش که زنده بوده میخواسته این رو در گورستان مسلمانان اونجا به خاک بسپره. فقیه اونجا، البته اونجا در چهار مقاله او رو به نام دانشمند میخونه، دانشمند در این نوع کتاب ها به معنی همین که ما امروز میگیم علما، یعنی آخوندا، در واقع دانشمند به اون معنی میگه. میگه دانشمندی که اونجا بود پای فشرد که ابدا من اجازه نمیدهم که جنازه فردوسی در گورستان مسلمانان به خاک سپرده بشه برای اینکه او رافضی بود.
رافضی بود در واقع. این رافضی رو بعدها برای اینکه خود آخوندها ماسمالی کرده باشن، چون این خیلی حرف شدید و لحنی، بالاخره هم دخترش مجبور میشه که او رو در باغ خودش، همین جایی که الان مقبرش هست، این باغ شخصی فردوسی بوده، در اونجا به خاک میسپره. اما برای اینکه این ننگ رو به اصطلاح خودشون بشوین، چون در مدرکی هم آمده، بعدها خود فقها تعبیر کردن که رافضی منظور شیعه ها بودن، چون اونا سنی بودن رافضی رو به شیعه ها میگفتن و فردوسی شیعه بوده، اصلا هم چیزی نیست. رافضی اصلا در کتاب لغت یعنی از دین برگشته، ترک دین گفته، به هیچ وجه رافضی معنی شیعه نمیده. و اصلا اون تأکید میکنه در گورستان مسلمانان من اجازه نمیدم. هیچ سنی به شیعه نمیگه مسلمان نیستی، ترجمه میکنی؟ به هیچ وجه شما هیچ سنی رو نمیتونید سراغ کنید که به شیعه بگه مسلمان نیستی، ایراد بهش میگیره ولی نمیگه مسلمان نیستی. این میگه من نمیگذارم و در گورستان مسلمانان به خاک سپرده شود که او رافضی بود. رافضی یعنی از دین برگشته. بعدها در مقدمه شاهنامه 32 بیت که خوشبختانه دانشمندان کوشش کردن حالا شده 18 بیت، ولی این 18 بیت هم همش چیز است، این 18 بیت هم جعلیه، برای اینکه فردوسی در شاهنامه در اول 32 بیت بعد 18 بیت در وصف در مدح پیامبر رو عرض کنم که خلفای راشدین و اینها در آغاز شاهنامه ها میبینید که گذاشتن. اینو در نظر داشته باشید که 200 سال شاهنامه فردوسی از ترس تعصب همینا پنهان بوده. ما اولین نسخه مکتوب شاهنامه رو در قرن ششم پیدا کردیم، در که فردوسی در قرن چهارم زندگی میکرد. یعنی 200 سال شاهنامه گم و گور بوده، اونایی که داشتن نشون نمیدادن. بنابراین اصلا 200 سال مردم از شاهنامه خبر نداشتن مگر از راه راویان، یعنی کسانی که این چیزا رو داشتن یا از طریق پدری به هوش به حافظه سپرده بودن و همین هایی که بعدها نقال نام گرفتن و به صورت شفاهی بر مردم میخوندن، بلای کتبی شاهنامه اصلا وجود نداشته. در طول این دو سال و بعد برای اینکه این علنی بشه، یعنی مردم از متعصبان نرن بریزن گور فردوسی رو ویران بکنن، چون که بخواستن همین دفعه این کار رو بکنن یا حافظ رو ویران بکنن، این ابیات رو ساختند و بر آغاز شاهنامه افزودن. بیت ها سستیش کاملا معلوم است که مال فردوسی نیست، هر کسی منتها الان هم بعضی از ادبا جرأت اینو ندارن اینو بگن، جرأت این حرف رو ندارن. ولا هر بچه مکتبی میدونه کسی که گفته است که به نام خداوند جان و خرد کزو برترن دیشه برنگذرد، این نمیتونه پنج بیت پایین ترش بگه که چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که تازه از جهت قافیه هم غلطه، چون وحی با نهی قافیه نمیشه. فردوسی همچه غلطه چیزی رو در کار نمی برده، برای اینکه اون باهی جیمیه، یکی باهی دو چشمه. و اصلا این خداوند تنزیل و وحی، چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، این با تفکر فردوسی که میگه به نام خداوند جان و خرد، آیا جان و خرد با تنزیل و وحی ارتباط داره یا جان و خرد با امر و نهی ارتباط داره؟ هیچ. این چیز ساختگی است برای اینکه بتونن شاهنامه رو بیارن بیرون و چیز کنن. کمان که بعد از اینکه اینا افزوده شد به شاهنامه، اون وقت شاهنامه کم کم نسخه هاش پیدا شد. خب پس میبینیم که این اول ابتدا از همون کسی که فردوسی رو میخواست نزاش جنازش رو به خاک بسپرن آغاز شد، فقیه تابران توس. دومی خیام بود که در حدود یک قرن بعد از فردوسی زندگی میکرد. خیام هم چند بار در عمرش تکفیر شد، در حال که خیام یکی از نوابغ حیرت انگیز جهانه که اگر بتونیم کسی رو مقابلش بگذاریم از جهت زود جنبتین بودن، یعنی جنبه های مختلف داشتن، لئوناردو داوینچی ایتالیاییه. برای اینکه همونطور که او در علم و در طب، در نمیدونم مجسمه سازی، نقاشی، همه اینا مهارت داشت، خیام هم کسی است که هم در طب، هم در نجوم، هم در ریاضیات، هم در
فلسفه هم در شعر هم در همه اینا و از همه جالبتر او مرتبه حجت الاسلامی داشته یعنی آیت اللهی امروز ولی البته معتقد به این نبوده مورد تکفیر قرار گرفت که اگر پشتیبانی سلطان جلال الدین ملک شاه و خواجه نظام الملک با خیام دوست بوده و به یه روایت همشاگردیش بوده اگه نبوده او رو چندین بار کشته بودن ولی اون چی که مکتوب است این است که درست در قرن هفتم شیخ نجم الدین رازی که از فقهای معروف قرن هفتم یعنی صوفیان چون عارف غیر از صوفیه که حالا بحثش رو بعداً خواهیم کرد این صوفی مذهبی بوده در قرن هفتم درباره خیام می نویسد که سرسلسله گمراهان کسی که در نزد بعضی به نمیدونم دانشمند و اینا معروف است ولی سرسلسله گمراهان است بعد دو بیت خیام رو نقل میکنه و میگوید که این نشان گمراهی و کفر اوست ترجمه کنید در مرصاد العباد کتابش حلاج که یه عارفی است که حالا خواهیم گفت بعدها که اصلا عرفان او عرفانی که در آغاز پیدا شد با صوفیگری هیچ گونه نسبتی نداره و نداشته اصلا اصلا یه چیز دیگری بوده کسی که گفته انا الحق با کسی که بعدها عرض کنم که تصوف رو به صورت یک دنبال روی از مذهب شیعه در آورده خیلی فرق داره حلاج رو در زمان خودش گذشته از این که به دارش کشیدن و گفتن که این کافر هست و حکم رسمی گرفتن براش که این ملحد هست ادامه پیدا کرده تا همین زمان ما یعنی در زمان ما آقای علی شریعتی که یکی از نمایندگان فرهنگ عوامه یعنی او هم خودش عوام نیست ولی از نمایندگان فرهنگ عوامه یعنی تبلیغ فرهنگ مذهبی میکنه حلاج رو دیوانه خوانده مثلا رسما در کتابش میگه حلاج دیوانه است عطار و شیخ شهاب الدین سهروردی رو داریم که هر دوشون به قتل رسیدن یکی رو گفتن که سربازان مغول کشتن در حالی که چنین چیزی نیست تحقیقات اخیر نشون داده که بعد از یک جلسه‌ای که در مغازش گرفته بوده جلسه که از عرفا در زمان خود چون میدونید که این کلمه عطار به معنی امروزیش نیست عطار امروزی به معنی کسی است که مثلا فرض کنید که ادویه‌جات و اینجور چیزا میفروشه عطار در گذشته معنی پزشک داشته اصلا کلمه عطار به معنی پزشک بوده دو لغت ما داریم که هر دو یکی جامعه تر همه چیز رو در بر میگیره مثل حکیم که نه تنها پزشک بوده بلکه مثلا فیلسوف هم میتونسته باشه ریاضیدان هم مثل خود خیام ولی این اواخر به دکتر به پزشک فقط میگفتن حکیم یکی در گذشته عطار بود که فقط به پزشک و داروساز دلیلش هم این بوده که پزشکای گذشته خودشون داروی گیاهی میدادن یعنی یه جایی سوایی نبوده خود پزشک داروش رو هم میداده است که داروهای گیاهی بوده بنابراین عطار یعنی پزشک بوده اون چیزی که داشته مطبش در واقع اونجا بوده که می آمدن و پیشش و نسخه می گرفتن در همون جا در نیشابور جلسه هایی هم می داشته که با بگیم پیروانش یا همراهانش هرچه اسمش رو میزه در یکی از این جلساتی که توطئه میکنن و او رو میکشن ولی انداختن به این که به گردن یه سرباز مغول سرباز مغولی آمده او رو کشته شیخ شهاب الدین سهروردی که خب البته به دست پسر چیز کشته شد اون چیز معروف سلطان عجیبه که یهوی اسمش یادم رفت این که در مقابل در جنگ های صلیبی سر چیز مسلمانان بود فرمانده مسلمانان بله صلاح الدین ایوبی احسن بله به فرمان پسر او کشته شده ولی در واقع این توطئه چیز بود این توطئه همین فقیهان بود در دربار پسر صلاح الدین سلجوقی که گفتن که این کافر است و حرفایی میزنه و میخواد در واقع اسلام رو پایکوب چون در آثار چیز که نگاه کنیم در عقل سرخ و آثار دیگر
شاه بدین سهروردی می‌بینیم بر پایه تفکرات زرتشتی بنا شده است و به او تهمت زدن که این چون میخواد اسلام رو دوباره منکوب گبریگری بکنه او رو حکم برای صادر کردن و کشتن. به این ترتیب میبینیم که حتی درباره آدمی، حالا اینجا البته یه تفاوتی رو بنده شرح بدم، از قرن هفتم با وجود که زبان و بیان عارفان که رسما عرفان رو حالا بنده در دفعه بعد خواهم گفت، عرفان چون شیعه رو ایرانی ها درست کردن برای اینکه مبارزه بکنن با اسلام، ولی شیعه پاپیچ خودشون شد، چون چیزهایی در شیعه آمد که اون بدتر از خود سنی ها شد، از جمله مسئله امامت و میراثی بودن امامت که خودش یه اصل عجیبی است. و همین دلیل است که ما در مذهب شیعه سوگواری ها و چیزایی میبینیم دو برابر یا چند برابر مذهب سنی، که این خودش اصلا شیعه رو برای ایرانی ها به جایی که مقاومتی در مقابل اعراب بشه برعکس شد، یعنی اونا رو نزدیکتر به اعراب کرد، مدام به یه قسمت از اعراب، یعنی به خاندان پیغمبر و اولادش. اما قیام واقعی ایرانی در مقابل چیز عرفان اولیه است، عرفانی که نمایندهش همین حلاج و شبلی و بایزید و اینا هستن. اینها زبان گستاخ برنده‌ای داشتن، به همین دلیل است در کتاب ها رسما اینا به دو قسمت میشن، اصحاب سکر و اصحاب سحر، این اسم ادبی قدیمشونه. اصحاب سکر یعنی اصحاب مستی، یعنی همین حلاج و بایزید و اینا، برای اینکه اینا حرفاشو به قدری بی‌پروا بوده که به صورت مست میگفتن، حرفای مستانه است، شطحیات یا شطحیات هم بهش میگفتن، یعنی حرفایی که میگفتن خودشون نمیفهمن چی میگن، چون همین انالحق رو جزء همین نوع حرف ها به حساب میابردن، برای اینکه زبان گستاخی داشتن. اما از قرن هفتم به دلیل حمله مغول و به دلیل اون بلاهایی که سر مردم عوام در اومد، یعنی اون غارت ها و کشتارها، مردم یه پناهگاهی میخواستن. این پناهگاه مثل همیشه و در دسترس‌تر از همه دین بود. مردم در قرن هفتم کم کم دینی شدند، یعنی بیشتر از آنچه بودند دینی شدند، به مذهب به صورت پناهگاه روی کردند. و به همین دلیل توده عارف که از اول هم خواص رو تشکیل میدادند، یعنی یه گروه برگزیده رو تشکیل میدادند، چون عرفان ایران هرگز نتونست وارد مردم معمولی بشه، اصلا تفکر چنان بلند بود که این در خور فهم همه نبود، به همین دلیل عرفان ایران همیشه تفکر یک گروه خاص موند. بعدها صوفیگری که اصلا چیز دیگری بود، این رو یه مقداری بین مردم برد، ولی اون صوفیگری با عرفان خیلی فرق داره. عرفان همیشه بین برگزیدگان موند، اما از قرن هفتم زبانش عوض شد، زبانش محتاط شد، آمیخته شد به آیات و احادیث و اینا، یعنی همون حرفا رو منتهی یه روپوشی از شرع بهش بستن. به همین دلیل این دومی ها رو میگن اصحاب سحر، سحر هوشیاری بعد از مستی رو میگن به عربی، سحر با ساد، البته ساد به هی جیمی، یعنی وقتی مستی تمام میشه و آدم دوباره هوشیار میشه اونو میگن حالت سحر. سحر البته با سین و هی دو چشم بنویسید یعنی اشتباه، ولی این سحر با ساد و هی جیمی هست، یعنی هوشیاری بعد از مستی. این کسانی که از قرن هفتم از ترس جان مجبور بودن حرفای بایزید و حلاج رو به زبان چیز بزنن، مذهبی بزنن مثل مولوی، اینا رو میگفتن اصحاب سحر. به همین دلیلی که شما وقتی مولوی رو میخونید میبینید همش آیات و احادیث، اصلا به ایران باستان هیچ اشاره‌ای نشد. شما در مولوی واقعا شاید یکی دو جا از رستم نامی آمده است، ولی اصلا راجع به ایران باستان هیچ نشده. اما اگر بشکافید حرفاش رو می‌بینید این همون حرفای حلاجه، همونه، منتها پیچیده شده در یک پوششی از احادیث و آیات مذهبی. گاهی اوقات هم یهو از دستش در میره و یهو میگه که ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم، که کفره. به همین دلیل است که مولوی رو تا همین قرن 19 هم کتابی که نجفی قوچانی نوشته، بنده بعدها براتون نقل خواهم کرد، خودش از
فقها بوده در آغاز همین قرن زندگی میکرده، وقتی میره به قم میگوید در اونجا من برخوردم به همه کسانی که میگفتن که دست نباید به مثنوی زد، برای اینکه نجسه، باید با انبر یا با یه چیزی گرفت، یعنی دست نباید بهش زد، به همین دلیل. بنابراین در مورد مولوی، یعنی من الان این لیست رو برگزیدگان رو فقط میخونم، مخالفینش هم میخونم، شرحش به دفعات بعد بوده. در لیست برگزیدگان با البته تفاوتهایی که الان مقدارش رو شرح دادم، فردوسی، خیام، حلاج، عطار، شهاب الدین سهروردی، مولوی، حافظ، نظامی گنجوی، سعدی، میرزا آخان کرمانی، میرزا فتحعلی خان آخونزاده، عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا ملگم خان، که اینا همه مبشران و متفکران مشروطیت هستن، علی اکبر ده خدا، صادق هدایت، اینا در این خط قرار گرفتن، یعنی البته چند تا آدم های دیگه هم هستن، اینا چند تا از نمایندگان فرهنگ خواص هستن، برگزیدگان هستن. در آثار اینها شما کم یا بیش، آشکار یا پنهان، مخالفتشون رو با فرهنگ عوام یا با مذهب مستولی، مذهب چیره میبینید. بعضی جاها خیلی آشکار با شدت، بعضی جاها پنهان و پوشیده. و مخالفین اینها، یعنی نمایندگان فرهنگ عوام، از فقیه همون طابران طوس که گفتم تا نجم الدین رازی، مؤلف مرصاد العباد که گفتم دشمن خیام او رو تکفیر کرده، تا عرض کنم که مخالفین عطار که او رو کشتن، که البته اسامیشون هم هست ولی حالا بنده فقط به طور کلی اشاره میکنم، تا کسانی که مثنوی رو، همچنان که گفتم تا آغاز این قرن شاید هنوزم بدونن، نجس به حساب میوردن، کسانی که حافظ رو مطابق تاریخ که در از تواریخ در زمان خودش نوشته شده و بعد مرحوم دکتر غنی اینها رو بهش اشاره کرده، دو بار تکفیر کردند و دو بار براش دستان زدند، که حالا شرح دستان زدن و اینها یعنی کار وحشتناکی که همین امروز هم اگر بکنن مو بر بدن آدم سیخ میشه، یعنی اون زمان چون روزنامه و اینها نبوده، دسته چیز داشتن، دسته نقاره زن به اصطلاح، نقاره زنها، اینها کسانی بودند که نوبتیان به اصطلاح، اسم ادبیش نوبتیان بودند، این نقاره زنها رو میفرستادن سر هر محله‌ای، اینا با طبل و چیز مردم رو جمع میکردن، بعد یکی میرفته بالا میگفته که مثلا حافظ دیشب خمر نوشیده است یا دیشب فلان کار رو کرده، یعنی این رو به اطلاع عوام میرسوندن و مردم عوام رو برمی‌انگیختند که برن و حساب اینا رو برسن. این کلمه دستان که در حافظ آمده از چندین بار، معنیش این است، میگه راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دیگر. ترجمه کنیم. به این ترتیب حافظ، در مقابل حافظ این آدم ها بودن که حالا اسامیشون رو بعداً وقتی که کارها حرفاشون رو گفتم میارم. امام محمد غزالی بوده هست که وصفش رفت، ملا محمد باقر مجلسی، عرض کنم ملای معروف دوران صفوی بوده است که اون کتابهای معروف بهار الانوار و اینها رو نوشته، هدیت المتقین و بهار الانوار و اینها. عرض کنم که در عهد مشروطیت شیخ فضل الله نوری معروف که مشروعیت رو در مقابل مشروطیت، حکومت مشروعه رو در مقابل مشروطه علم کرد و در مقابل مخالفین مشروطیت بسیار از کسان دیگه هست، و در دوران اخیر ما کسانی رو در مقابل عرض کنم که ده خدا و هدایت، مثل سید ابوالقاسم کاشانی در اون چیز میبینیم، مثل جلال آل احمد، مثل علی شریعتی و دیگرانی که هنوز هم کمابیش وجود دارند. من بحث اینجا رو، این بار رو تا اینجا به صورت فهرست پایان میدم، که دفعه دیگه به جزئیات مسائلی که فهرست بار گفتم آغاز بکنم. حالا این لحظاتی رو که تا پایان جلسه مانده است اختصاص میدیم به سوالات و جواب ها، یعنی اگر اشکال یا سوالی به نظرتون میرسه مطرح بفرمایید،
بنده تا اونجا که عقلم قد دیده بهش جواب بده. بله بله، این خانومی که این لطفو کردن الان چون زودتر کار داشتن رفتن، ولی شما بله اگر از اون مورد فهرست یا هر چیزی هست به ایشون رجوع بفرمایید، چون بنده معاف از این کار هستم. این است که بله، حالا اگر سوال دیگری هست در این باره بفرمایید. بفرمایید. سوال من در مورد حافظ، حافظ اسمش خب که من شده است قرآن حفظ بله، این یه اشتباه تاریخی است، یه اشتباه تاریخی عجیبه. حتی ادبای بزرگ معاصر ما هم تا یه زمانی اینو کردن، بعد البته متوجه شدن. منظورم مثلا استاد فقید و بزرگ من دکتر پرویز ناطل خانلری هم در 40 سال پیش در خطابه‌ای که در پاریس خون برای فرانسوی‌ها همین اشتباه را کرد، ولی البته بعدها متوجه شد. کلمه حافظ در فارسی اصلاً به معنی خواننده ایست که اشعار رو حفظ میکنه، این ربطی به قرآن نداره. همین الان در تاجیکستان اگر تش ببرید خواننده هاشون رو میگن حافظ هاشم، حافظ فلان، این لقب برای خواننده، یعنی آدم خوش صدایی که شعر رو حفظ میکنه. توجه میکنی؟ قرآن خوندن هم بعضی از اینها بودن که قرآن رو هم از حفظ داشتن، مثل اینکه دورای خود ما هم بودن. آقای مرحوم ذبیحی اگه خاطرتون باشه در رادیو میخوند، این هم اشعار رو میخوند هم قرآن رو میخوند. این حافظ، حافظ به این معنی بوده، یعنی آدم خوش آوازی که اشعار رو حفظ میکرده، از جمله قرآن رو هم حفظ داشته. اون کسی که قرآن رو به معنی خون اسمش قاری بوده است. توجه کنید که با حافظ فرق داشته. حافظ به طور کلی معنی خوش صدا داره و در شعر حافظ خودش این رو بارها گفته است. اگه دقت کنیم چند جا به این اشاره میکنه، میگه که مرید حافظ خوش لهجه خوش آوازم. حالا این بیت اولش مصرع اولش یادم نیست. ز بانگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت مرید حافظ خوش لهجه خوش آوازم. بعد میگوید که سخندانی و خوشخانی نمیبرزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازی. ببینید خوشخانی اگر قرائت قرآن بوده که از شیراز رانده نمیشده که، وقتی میگه بریم به جای دیگه منظورش یعنی آواز خوش بوده. و اصولاً در چندین جا در شعر حافظ معنی خودش اشاره میکنه، میگه که چی بهره ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. همه جا به خوشخوانی خودش داره میگه، نه به قرآن خون. البته یک دو جا میگه که به قرآنی که اندر سینه داری، بله قرآن رو هم حفظ بوده، این تردیدی نیست، اما حافظ نه به دلیل حفظ بودن قرآن بوده، بلکه لقبی بوده است برای خواننده خوش صدایی که اشعار رو از همه گونه حفظ داشته. افغانستان هم هنوز همینطور است. حافظ در آغاز اسم اغلب خواننده های مشهور میاد. خواننده منظور آواز خوان؟ بله بله. کسی که آواز دستگاه رو میخونه. بله. این دانشمنده که شما جزء اون نماینده فرهنگ خاص قبول کردید. بله. در اصل خود واقعا مخالفتی با مذهب داشتن یا با اثرات بلاغصد که مذهب رو جامعه گذاشته داشتن؟ حالا چه از دوبالگی فرنگ داد می‌زدن؟ نه. و اشکال اینها این بود از همین که بنده به طور خلاصه گفتم، اینها میراث‌خواران وضعی بودند که خودشون در واقع دخالتی در اون نداشتن. یعنی اینها بعد از اون از قرن انتهای قرن دوم که رستاخیز فرهنگی ایران شروع شد، خودشون رو با یک امری مواجه دیدن که ما هم امروز می‌بینیم دیگه. ببینید یک کسی به الان من یادم نیست نوشته، یک کسی اصلا که الان اگر یادم بیاد به شما خواهم گفت، میگه وقتی که من به عنوان ایرانی میبینم که
بزرگترین مرد اساطیری که ما داشتیم مثلا رستمه، از بابت اسطوره میگم، از بابت تاریخی که خب بسیار کسان شجاع، آدم های شجاع ما در تاریخ خیلی داشتیم دیگه، حالا چه بین شاهان چه بین سرداران و نمیدونم فلان. ولی وقتی میدیدن که به عنوان نمونه شجاعت برای ایرانی امام شیعی که در کربلا کشته شده این نماینده شجاعت میشده، برای اینها یک نوع چیز ایجاد میشده، میدونید تضاد ایجاد میشده، یعنی نماینده شجاعت ایرانی یک کسیست که ایرانی نیست. حالا اینو فقط در این زمینه نمیگم، در هر زمینه دیگری به این مشکل برمیخوردن، یعنی میدیدن اون چه مربوط به خودشونه تحت شعاع اون چیزی قرار گرفت که از یه جای دیگه آمده، ولی به دلیل زوری که داره، به دلیل که اکثریت این رو پذیرفتن، این ناچاره که اونها رو یعنی به اون تفوق کنه، یعنی اون رو بر زبان بیاره، این چیزی که در دل داره یا میفهمه بر زبان نیاره. از اینجاست مخالفت که اینا پیدا کردن. ترجمه کنید دوستان، علت اینه که شیعه در ایران اینقدر مقبول شما مراسمش قویه و این هر روش استرس میشه و در تمام دنیا شیعه های دیگه هم هست، کشورهای دیگه هستن، قومهای دیگه هستن، و به این شدت نیست، نمیتونه فقط شیعه باشه، میتونه این نزدیکی به میدل‌ایست باشه که میخواستن بیشتر این مسئله رو جلوه بدن، خیلی باز اون چیزهای فرهنگی تحت شعاع قرار بگیره و اصلا فکرش کمتر باشه. یعنی شما منظورتون دخالت‌های خارجی رو می‌فرمایید؟ اونم یکیش. بله ببینید، اجازه بدید من این نکته رو عرض کنم. بله شیعی به طور اساسی البته ایران محلش، مسلم این است که جاهای دیگه هم که ما یه اقلیت شیعی در پاکستان داریم، یه اقلیت شیعی در اندونزی داریم، یه اقلیت شیعی در شاید بعضی جاهای دیگه هم داشته باشیم. بله بله لبنان هم داریم، سوریه هم داریم، اما اینا اقلیت‌ها هستن بیشتر. اونجایی که اکثریت هست و اونجایی که اصولا دین رسمیشه، چون اصلا با وجود همه کوششی که مبشران اصلی مشروطیت کردن که در قانون اساسی دین نیاد به عنوان دین رسمی، یعنی دین چیز باشه آزاد باشه، ولی بالاخره ناچار شدن که مسئله دین شیعه رو به عنوان دین شیعه اثناعشری رو به عنوان دین رسمی ایران بذارن. توجه میکنید؟ بنابراین علت این که شیعه در ایران غلیظ‌تر از جاهای دیگه است این است که اولا رسمیت حکومت داره، و این فقط تازه هم نیست، از دوران صفویه این اتفاق افتاده، یعنی صفویه بود که اولا اون کشتار عجیب رو کرد شاه اسماعیل، این دیگه تاریخ نزدیکه، 10,000 نفر رو در تبریز کشت که اینا که مردم مجبور بشن به شیعه، به مذهب شیعه ایمان بیارن، یعنی به زور تسلط شیعه به عنوان حکومتیش و رسمیتش از زمان صفوی است که اون در حدود چیزی نزدیک 400 ساله این ادامه پیدا کرد، در دوره قاجار هم ادامه پیدا کرد، در دوران مشروطیت هم با همه زوری که آمد از جانب روشنفکران باز هم قانون اساسی شیعه رو به عنوان مذهب رسمی ایران پذیرو، در دوران پهلوی ها هم با وجود مبارزه پهلوی اول رضا شاه با مذهب، ولی در مورد دوم من یعنی پهلوی دوم مبارزه با مذهب اتفاق نیفتاد. تعجب کنید، برنامه شیعه همچنان به جای خودش بود و همه روحانیت شیعه به خصوص که در سنی وجود نداره، این روحانیت شیعه اصلا در سنی وجود نداره، این اصل کاره برای تمام مسائلی که در ایران پیش اومده. خب به این دلیل است که شیعه ایرانی غلیظ‌تر از اون شیعه است، ضمن اینکه بله البته سیاست‌های خارجی هم به این امر کمک کردن، سوء استفاده. در واقع دوران صفوی این حکومت جمهوری اسلامی و ولایت اصلا بنیانگذاری ولایت بله همونطوره، حکومت آخوندی و ملایی بود کاملا درسته، به دلیل که خود با وجود که البته یه تفاوت داشته اونجا، البته کسی که به اصطلاح خودش فقیه درجه اول بوده مثل ملا محمد باقر مجلسی شاه نمی‌شده، ولی چنان نیرو و نفوذی داشته است که شاه زیر سیطره او بوده. شاه عباس کبیر با همه عظمتش میگفته، لقب خودش میگفته کلب آستان علی، یعنی من سگ آستان علی هستم، یعنی این دیگه نفوذ مذهب میبینید چه جوریست. بله فی الواقع همین است، منتها در جمهوری اسلامی
خود فقها رو رسوند حکومت دیگه. اینجا ولی فقیه در واقع آمد، ولی اونجا همون پادشاهان هم خودشون چنان تحت نفوذ ولی فقیه بودن که کارگزار بودن. حالا بگذاریم از اینکه البته کسی مثل شاه عباس همه این فسق و فجورها رو هم میکرد و اینا، ولی در این حال مذهبش رو به ظاهر نگه داشت. ولی بله، حکومت صفوی اصولا اولین حکومت شدید و لحن مذهبی است در ایران. فقط در یک دوران کوتاه 16 ساله سلطنت نادرشاه که حکومت دین از حکومت جدا شد، چون او اعلام کرد که من با دین کاری ندارم، ولی اون فقط 16 سال بود. صفر در زمان ساسانی ها هم بله، ما همین دو لحنی و این برنامه رو در زمان نستر و پیشتر مزدکیان و از گردم بله کامل درسته. من گفت آقا شما انوشیروان دادگری کن، 10,000 تا 20,000 تا مزدکی رو پشتی، فردا شما آمدن آقا رو دادگر اسمش گذاشتن و بله. من که در ضمن صحبت ها عرض کردم که گفتم ایران علت اصلی این بود که در زمان ساسانیان مذهب رسمی درست کردن، مذهب زرتشتی، و موبدان زرتشتی عیناً مثل فقهای چیز آمدن جز هیئت حاکمه، منتها اون مال قبل از اسلام بود. من وقتی گفتم اولین حکومت شدید و لحنه بعد از اسلام منظور هست صفوی. تجربه تاریخ نشون میده که 200 سال طول والا نمیدونم، والا ملت هایی که حافظه تاریخی ندارن مجبور به تکرار تجربه هستن، تجربه ها هستن. ولی حالا امیدواریم که این مسائل کمک بکنه. اگر سوال دیگری نیست جلسه رو ختم کنیم برای دو هفته آینده.